لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داریم؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به لله سبحانه. زیرا محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین هست، جزء دین هست و بدین وسیله به الله متعال تقرب و نزدیکی می جوییم. الذي لا يوجد في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا كافر كفر أكبر. کسی که در قلب او چیزی از محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نباشه قسم به الله که او بیدین هست و کافر هست و دین نداره. اذا لابد نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا باید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داشته باشیم. لكن نتوسط في حبه. و البته در محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وسطیتی رو که در چارچوب شریعت هست رو رعایت میکنیم. لا يمكن ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبه الله. نه و نباید رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو همچون محبت الله دوست بداریم. ولا يمكن ان نترك محبه النبي صلى الله عليه وسلم. همچنان که نباید محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو وا بگذاریم و رها بکنیم. کیف نحب النبی صلی الله علیه و آله؟ رسول خدا علیه الصلاه و السلام رو چطور دوست می‌داریم؟ لانه بعض الناس يقول انه يحب النبی صلی الله علیه و آله. برخی از مردم ادعا می‌کنند و میگن که بله من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست دارم. محبت النبی صلی الله علیه و سلم تكون باتباع علیه الصلاه والسلام. محبت اون بزرگوار با پیروی از ایشون هست. فالذي يبتدع في دين الله هذا لا يحب النبي صلی الله علیه و آله. کسی که در دین رسول خدا بدعت میاره او دوستدار اون بزرگوار نیست. محبت النبی صلی الله علیه و سلم تكون بتعلم سنت النبی صلی الله علیه و سلم. محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با یادگیری سنت اون بزرگوار است. فالذی لا تعلم السنه هذا لا يحب النبی صلی الله علیه و سلم. و کسی که به فراگیری و یادگیری سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمیپردازه در حقیقت اون بزرگوار رو دوست نداره. المحب للنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يدعو الى ما دعا اليه عليه الصلاه والسلام. دوستدار رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم باید به راه و روش و سنت اون بزرگوار دعوت بده. والذي لا يدعو الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. کسی که دعوت او به سوی سنت رسول خدا عليه الصلاه والسلام نیست همچنان دوستدار اون بزرگوار هم نیست. تحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اگه ادعای محبت اون بزرگوار رو داری باید از سنت ایشون هم دفاع بکنی. فالذی لا يدافع عن سنه النبي صلی الله علیه و آله لا يحب النبي صلی الله علیه و آله. لذا کسی که از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نمی‌کنه در حقیقت دوستدار اون بزرگوار نیست. نحب النبي صلی الله علیه و آله و نحب آل البيت لمحبه النبي صلی الله علیه و آله. ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست داریم و چون دوستدار ایشون هستیم بس اهل بیتش رو هم دوست داریم. لكن كيف تكون محبه اهل البيت؟ اما محبت اهل بیت چگونه است؟ كما امر النبي صلی الله علیه و سلم. قطعا مطابق همون امر و دستوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره به ما دادند. لا يمكن ان نسب اهل البيت. و شایسته نیست که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در رأس اونها همسرانشون رو ناسزا بگیم. ولا يمكن ان نرفع اهل البيت مرتبه النبي صلی الله علیه و سلم او اعلى من هذا. یا اینکه اهل بیت اون بزرگوار رو به مرتبه و جایگاهی برسونیم که همسط و همتراز با رسول خدا صلی الله علیه و سلم قلمدادشون کنیم. نحب اهل البيت لسببين. اهل بیت رو از دو جهت و به دو سبب دوست داریم. القرابه للنبي صلی الله علیه و سلم. به سبب قرابت و نزدیکی و خیشاوندی اونها با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان و به سبب ایمان. نابد ان نحب هؤلاء لكن محبه وسط لا افراط ولا تفريط. لذا باید محبت ما و با اینها با اهل بیت محبت معتدل و مبنی بر وسطیت و میان روی باشه که درش افراط و تفریط نیست. غیر هذا والله اعلم کذب في ادعاء محبة آل البيت أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. هر روی کرد و ادعای غیر از اینی که ذکر شد در حقیقت ادعای کذب و دروغین در رابطه با محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین ادعای کذب و دروغین درباره محبت اهل بیت اون بزرگوار خواهد بود.